خان است که در کلیاتشان، البته در کلیات چاپ دارالتألیف وزارت معارف به سال 1335 انتشار یافته. مسئله دیگر در مورد استاد پژواک بخش قصایدشان است. پس از غزل سرایی به نظر بنده دومین قالب شعر کهن ما که زیاد طرف توجه استاد پژواک بوده قصیده سرایی بوده. قصیده سرایی به اسلوب شاعران بزرگ مکتب خراسان. یکی از نخستین قصاید استاد پژواک بهار بادغیس است که این قصیده را در خلال سفری که به ولایت بادغیس داشتند سالها پیش سرودند و در رساله ادبیات معاصر جاودانیات محمد ایدر جوبل نویسنده و محقق توانای آن سالها به حیث یکی از بهترین قصاید استاد پژواک و نقل قصیده بهار بادغیس پرداختند. البته در زیبایی و دلانگیزی از یک سو و شکو و استحکام قصیده بر اساس موازین و معیارهای سخنوری در مکتب خراسانی خیلی چشمگیر است، اگرچه از آثار دوران جوانی و نوجوانی استاد پژواک است. اما بعداً استاد پژواک قصاید استوارتر و فخیمتر مبتنی بر موازین سخنسرایی در مکتب خراسانی سرودن یک نمونه قصیده هست که با استاد خلیلی اهدا شده. مراز جور این چرخ ستمگر، بسی شبهای بد بگذشته بر سر. و قصیده دیگر قصیده است باز هم به استقبال یکی از قصاید ملک الشعرا بهار، که ملک الشعرا بهار در این قصیده از بشار شاعر کهن پیروی کرده: شب خرگه سیاه شد و در وی بیارمید و زهر کرانه دامن خرگه فرو کشید. این قصاید استاد پژواک که با آنها اشاره شد بیشتر خراسانیوار و در واقع نحوی و نوعی با مهارت و چیره دستی در این گونه قصاید از استادان بزرگ مکتب خراسان پیروی شده. مثنوی های دلانگیزی هم ما از استاد پژواک در دست داریم. مثنوی پیام اتلانتیک یکی از این مثنوی هاست و همچنان استاد پژواک دو بیتی های و در بعضی موارد دو بیتی های مسلسل هم. دو بیتی های مسلسل شاید اصطلاح مسلسل آنقدر دقیق نباشد، دو بیتی های به هم پیوسته امروز یا چهار پاره های به هم پیوسته امروز زیادتر رایج شده سرودند که در دیوانشان که حدود 7-8 سال پیش
با کوشش برادر دانشمند ایشان مرحوم عتیق الله پژواک گردآوری و تدوین شده گنجانیده شده. استاد پژواک در زمینه ترجمه در مجلات بسیار قدیم جواندون و برگ سبز و روزنامه انیس شعرهایی از یک عده از شاعران بزرگ جهان ترجمه کردند. مثلا چند شعر از سنگهای گرسنه از تاگور، شاعر بزرگ هندی، و همچنان در یک شعر بلندی که از ناظم حکمت شاعر بزرگ ترک هست، و در این شعر با میمان نوازی و وطن پرستی مردم افغانستان دو اشاره شده. این شعر را استاد پژواک بر اساس متن انگلیسی ترجمه کردند و تذکر دادند که این نظر استاد پژواک چقدر دقیق است. فرمودند که شعر از زبان ترکی توسط عزیز چارللر به زبان انگلیسی ترجمه شده و حالا ما از زبان انگلیسی به زبان فارسی دری ترجمه میکنم. مسلماً که یک مقدار ظرایف شعر در ترجمه انگلیسی از بین رفته و شاید بخشی از ظرایف شعر در ترجمه فارسی از بین رفته. یعنی استاد نظر بسیار دقیق در مورد ترجمه شعر داشتند و می فرمودند که مثلا این بیت که تاری از طره تارت چو بتاتار افتد، کار بر مشک فروشان خطا تار افتد. به هر زبان دنیا که ترجمه شوه، خب در هر حدی که این بیت کیفیت داره، این همه بازی لفظی که شاعر در این بیت کرده، تاری از طره تارت چو بتا تار افتد، کار بر مشک فروشان خطا تار افتد، غیر قابل انتقال است. و در مورد ترجمه، البته ترجمه ادبی، همیشه نظر دیگری هم استاد پژواک ارائه می فرمود، بدین معنا که استاد می گفت ترجمه مسائل دیگر جز ادبیات انتقال دقیق مفهوم است، اما ترجمه ادبی گذشته از انتقال بسیار ظریف و دقیق مفاهیم، انتقال سبک است و در بسا موارد انتقال سبک کار ندشوار که محال است. در هر حال ترجمه های استاد از زبان انگلیسی، تمام ترجمه هایشان که از متن انگلیسی ترجمه کردند، ترجمه شعر در کتابی که اکنون ما در دست داریم از استاد پژواک گنجانیده نشده، و دلیل آن این است که بنابر سالها دوری از کشور و یک عامل دیگر هم بنابر بی‌اعتنایی آن بزرگوار با تدوین همه آثار و اشعار ایشان،
تلاش های نه یک فرد بلکه یک تلاش گروهی و دست جمعی را ایجاب میکنه و ورق گردانی بسا از مجله ها و روزنامه های پس از سال 1320 و تلاش یک نفره یک تنه هرقدر توهم با خلوص و با محبت و با جدیت باشه در این زمینه کارساز نیست. در زمینه ترجمه ها، از ترجمه های تاریخی استاد کتابی است به نام عروج بارکزایی ها. اگرچه در کار ترجمه کتاب یکی از دانشمندان دیگر افغانستان مرحوم محمد عثمان صدقی کار مشترکی انجام دادن، کتاب ترجمه استاد پژواک و استاد صدقی است، اما جز مواردی که از طرف مقامات رسمی وقت کتاب سانسور شده، این کتاب از جمله کتاب هایی است که از بسا مطالب آن استفاده زیاد صورت میگیره. همچنان استاد پژواک باغبان اثر تاگور را ترجمه شیوا فرمودند. و اساساً در سالهای حدود 1330 خورشیدی استاد میخواستند که تمام کتاب سنگهای گرسنه تاگور را به زبان دری ترجمه کنند. ما آگاهی همه جانبه ندارم جز چند قطعه از این کتاب که اینجا و آنجا در مطبوعات آن سالهای کشور ما انتشار یافته و زیاد شنیده شده که استاد مرحوم آرزومند آن بودند که متن کامل سنگهای گرسنه که از نظر یک عده از تاگور شناسان خیلی زیباتر و حتی مهمتر از گیتانجلی پنداشته شده، امیدوار استم که اگر چنین کاری صورت گرفته باشه از جراید و مجلات گوناگون به دست بیاید و تدوین شود. خب بنابر اقتضای اینکه مشغله سیاسی داشتند استاد پژواک، در زمینه‌های سیاست هم چه با تخلص اصلی خود و چه با تخلص مستعار مقالات و مطالبی نوشتند. مثلا در باره قضیه پشتونستان مقالات و مطالب زیادی نوشتند که توسط صاحب نظران عرصه سیاست باید در مورد این نوشته ها و چند و چون آنها داوری صورت بگیره و قابل تذکر است که استاد پژواک سروده ها، نوشته ها، داستان ها
و آثار دیگری به زبان پشتو هم دارند که بعضی از آنها به چاپ رسیده و یکی از کسانی که در این عرصه صاحب صلاحیت باشه باید به ابراز نظر در زمینه این آثار بپردازه. خب همان گونه که در آغاز خدمت شما عرض کردم، مرحوم پژواک در عرصه های مختلف فرهنگ و ادب قلم زده و قدم زده و صحبت کردن در باره همه آنها فرصت بسیار زیادی را ایجاب میکنه و ما در این برنامه هدف ما این است که از یک عده از فرهنگیانی که واقعا تاثیرگذار بودند، واقعا آثار ایشان در سطح بلندتری از ارزش ادبی و فرهنگی قرار داره، صحبت فشرده داشته باشیم. حق این بزرگان عظیم است و با این سخنان پراگنده و فشرده هرگز ادا شدنی نیست. روان استاد پژواک را شاد و خاطره ایشان را گرامی می‌خوام و شخص بنده همیشه نسبت به شخصیت ایشان و آثار ایشان نظر خلوص‌آمیز و احترام آمیز داشتیم.